Бо мақсади баланд бардоштани сатҳи дониши кишоварзон ва паҳн намудани малакаҳои пешқадам дар соҳаи кишоварзӣ дар 8 ноҳияи Тоҷикистон лоиҳаи барномаи рушди Созмони Миллии Муттаҳид бо дастгирии Вазорати Корҳои Хориҷии Финляндия амалӣ мешавад. Дар доираи лоиҳаи мазкур барои татбиқи зерлоиҳаи расонидани омӯзишҳо ва хизматрасониҳои машваратӣ ба соҳибкории хурду миёна ва фермерон барномаи рушди Созмони Миллии Муттаҳид ташкилоти ҷамъиятии байналмилалии хайриявии ҷовидро ҷалб намуд. соҳибкорони ноҳияи масшоҳро пионерони чормағзи заминӣ номидан мумкин аст. ноҳияи масшоҳ яке аз минтақаҳои калонтарини Тоҷикистон мебошад, ки дар он ҷо чормағзи заминӣ дар ҳаҷми зиёд истеҳсол карда мешавад. аммо бисёре аз деҳқонон маълумоти кишоварзӣ ва таҷрибаи амиқ надоранд ва дастрасии онҳо ба иттилоот ва хадамоти машваратӣ дар бахши кишоварзӣ маҳдуд аст. дар кори семинар асосан занони деҳқон ва соҳибкор иштирок намуданд. аз ҷониби ташкилкунандагони семинар барои рушди соҳаи кишоварзӣ, аз ҷумла парвариши нигоҳубини чормағзи заминӣ ва роҳҳои коркарду бандобасти он, инчунин ба ин васила ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ ва роҳҳои баланд бардоштани даромади хоҷагидорон маслиҳатҳои муфид дода шуд. кори гурӯҳҳои хурд ба деҳқонон ёрӣ расонд, ки проблемаҳо ва роҳҳои ҳалли онро муайян кунанд. дар доираи лоиҳа модулҳо, дастурҳо ва варақаҳои иттилоотӣ тақсим карда шуд. پنج سال باز در خاجگی دهخانی به نام ایلیاس کار میکنم. خیلی همین وی محقول شد. همین وی سوال جوابه معلومات دادگی. همه چیز فهمیدیم. خلاص براوردیم که با دهخانی همون دوام میدهیم. چقدر که محنت کنی همین قدر با حاصل میگریم با راحتش میبینیم. خیلی سال حاصل لیکن بازم میکنیم. همین زمین ها رو حاضر تیار کرده استادیم. بازم چارمز زمین ها که رو پرتافته همه چیز تیار کرده. برای اولی بهار ما تیار. صاحبکارزن اودینه و گلناز از نوحی مسشو زیاد از 20 سال اینجانب همراهی از زنیان اویلهش با پروریش و نگاهبینی چارمز زمینی مشغول است. همه سال نو کردن تخمی، شدگور و نرم کنی و با نوری های مینرالی تامین نمودن زمینی کارم، کار کردی سری وقتی نیحال ها و از علف های بیگونه تازه کردن میدانی چارمغز زمینی این است کفیل حاصل خوب، میگوید گلناز آدینایوه. ما هر سال تخمی ما رو عوض کرده میستیم، ما با تخمی نغز بر آمد. ما این چارمغز زمینی ما رو برای بهار میمونیم که تا شکسته تخمی کرده با نرخ نغز دسترس مردم کرده، برای اویلم فایده صاف نغزتر بعد از آرام. من بعد از غنوچینی حاصل همه حاصله صحرا از آن جمله حال غوزپایه جمع‌آوری کردم. از اکنون بعد این کمکار شده به شکستن چارمغ زمینی مشغول میشم. این شکستن دستی برای ما زنها خیلی مشکل. حرکت میکنم تا موسم کشت و کار تخمی رو تیار کرده مانم. حاضرش فقط در شهر خوجند در مسجد حاضر هست و کم کارکرد نیست. ما حرکت میکنیم که کارکرد به راه مونیم. کارکرد چارمغز اینو شکسته پخته بعد به فروش براریم. ناحیه مسجد در ولایت سغد یگانه ناحیه است که دهقانان در برابر زراعت ها با کشت و کار و پرورش چارمغز زمینی مشغولند. در ناحیه زیاد از 5000 خاجگی ها موجودند که از این مقدار زیاد از 800 خاجگی ها به استحصال چارمغز زمینی و 600 خاجگی دیگر به پروریش و نگاهبینی زراعت های پالیزی مشغولند. در ناحیه امسال در میدان 67 گکتار کشتی تکراری چارمغز زمینی گذرانیده شد. اما تا امروز استحصال محصولات نهایی از این زراعت در ناحیه براه مانده نشده است. استحصال کنندگان یعنی دهقانان چارمغز زمینی را همچون اشیای خام به فروش میبرند و بر عوضی مهنتی طولانی و شبانه روزی درآمدی نه آنقدر خوب به دست می آورند. بنا به معلومات آنها در ناحیه امروز 1 کیلوگرم چارمغز زمینی را صاحبکاران از مرکز ولایت و دیگر منطقه ها با نرخ 7 8 سومانی خریداری کرده. حال نرخ آن در بازار از 15 تا 20 سومانی است. نرخ محصولات به فدراسیون روسیه، قزاقستان و جمهوری خلقی چین صادرات شده باشد به مراتب بالا می باشد. مقصد برگزاری سمینار مساعدت و سودا در آسیای مرکزی بواسطه با استحصال کنندگان محصولات آموزانیدن راههای کارکرد و صادرات و اگرتکنیکی پرورش چارمغز زمینی می باشد. هر کی می خواهد که مالش را تا درجه آخر خودش برده رساند.
و برای ما بعد دادن که تشکلات های بین خلقی بین یاری میدهیم و ما امیدواریم. دستبنده های مایزه تیار کرده فروشیم به فکر من آسانتر و فایده آور میشود. در فصل زمستان زنان و بانوان ناحیه مسشاه یک جا گرد آمده برای تیار کردن تخم سال آینده با نرخی از بازار نسبتاً ارزان به فروش برآوردن دانه های چهارمغز زمینه و به این وسیله غنی گرداندن بودجه آیله و دسترسی به فراوانی دسترخوان مردم ولایت جمهوری مشغول می شوند. با امید در سالهای آینده هرچی بیشتر سهم گذار بودن در برنامه دولتی امنیتی آزوقواره و به راه ماندن کارکرد و بندوبست و صادرات چهارمغز زمینه، بانوان ناحیه مذکور امروز از هر وقت بیشتر توجه، باوری و تجربه پیدا نموده، پیوسته در سمینار و تریننگ ها و چاره‌بینی های ناحیوی شرکت می ورزند. بلند برداشتن دانش تکنیک به دهقانان، زنان و مردان امکان می دهد که نه تنها حاصل ناکی محنت را بلند بردارند، بلکه در دایره هدف های رشد استوار تا سال 2030 شماری اهالی نیازمند را کاهش دهند و امنیت آذوقه‌آوری را تحکیم بخشند.